با سلام خدمت دوستان عزیز، در خدمتتون هستم با پاسخ یکی از سوالات یکی از دوستان عزیزمون به اسم رضا. پرسیده بود چطور میشه ویجت رو در یک زمان خاص از بین برد. ببینید، راه حلی که به نظر من میرسه دو راه حل است. یکی استفاده از WP کرون هست که اون مربوط میشه به سرورهای لینوکس و تنظیم کردن سرور با WP کرون خیلی کار مشکل و پیچیده ایه. من ترجیح میدم حالت رو بیخیال بشه، میریم سراغ یک راه حل خیلی ساده و خیلی بهتر که من الان اینجا شما یاد میدم. ببین خب رضا جان، تو یک من اینجا یک ویجت به عنوان نمونه ساختم، دو تا و آیدیش رو تاکس دبلیو دادم، کلاسش رو تاکس ویجت نوشتم و دو تا فیلد بیشتر نداره، تایتل و دیت. یک تاریخ رو میگیره و اصطلاحاً بعد اینو داخل همون تم پیشفرض وردپرس WP16 قرار دادم. تمو با همین فایلایی که الان اینجا تمرین میکنیم و کامپلت برات با عنوان فایل تمرین همراه ویدیو میذارم که اگه لازم شد از کدایی که من نوشتم نگاه کنی و استفاده کنی. فقط چیزی که ما اینجا داریم، من این دیتو به صورت عدد ذخیره میکنم، عدد یونیکس اصطلاحاً، برای همین با تابع در بخش آپدیت اینجا موقعی که دارم ذخیرش میکنم با تابع STR to time اون چیزی رو که کاربر نوشته تبدیل میکنم به time. حالا به عنوان نمونه چند تا چیز نشون میدیم اینجا: local host wordpress wp admin اول وارد بشیم. خب رمز و نام کاربریمو وارد میکنم، وارد میشم. خب حالا میرم به بخش ابزارک ها. ابزارکی که من اینجا ساختم و خیلی چیز ساده ای، فقط دو تا فیلد داره، تایتل و دیت. خب اون چیزی که رضا پرسیده بود گفته بود که یک ابزارک واسه تبلیغات ساخته که یک تبلیغ یک تاریخ بهش میده، میگیم تا فلان روز نشونش بده. حالا رضا میخواد موقعی که به تاریخش سر اومد خود به خود ابزارک پاک بشه. همچین چیزی رو وردپرس نداره. یکمی باید به قول معروف از اون ترفندای از اون فوت کوزگری که همیشه میگم باید استفاده کنیم. خب ببینید، من یه دونه میذارم تاریخ به صورت پیشفرض، اینو خود تایتلش رو مثلا میذارم تبلیغ یک واسه 4 روز دیگه مثلا تموم که شد، این چی بشه، این واسه 4 روز دیگه است. این یکی رو میذارم دو تا، این یکی اسم اینو میذارم تبلیغ دو، این مثلا دیروز تموم شده. خب مثلا اینو میذاریم همین امروز. خب یعنی امروز قراره تموم بشه، تاریخش مال امروز، امروز قراره تموم بشه. خب و همین یک دونه دیگه هم میذاریم، نام اینو میذاریم تبلیغ مثلا تبلیغ 3. این راه حلی که دارم بهتون میگم، حتی ببین اینجا هم یه دونه غیر فعال دارم اینجا، حتی اینها رو هم در بر میگیره، اینو هم در نظر داشته باشید. این یکی خب تاریخ امروز رو داشت، این یکم تاریخ مثلا تاریخ این سر اومده، تاریخ این مثلا مول 2 روز پیشه، یکم. خب میخوایم این یکم دیگه تاریخش سر اومده خودش پاک بشه دیگه، اینی هم که امروز خودش پاک بشه دیگه، امروز که تموم شده تا باید پاک بشه. این که مول فرداست هیچی، این یکم خب مول غیر فعال هست ولی مول 2 روز دیگه است. خب پس این دوتا اینجا الان اضافه میخوایم پاکشون کنیم. خب یه چیزی رو من اینجا بهتون بگم، هر ببینید این آیدی رو اینجا در نظر داشته باشید، آیدی که اینجا میدیم اگه اون سه تا ویدیویی که واسه ساخت ابزارک داده باشم بیرون، میدونید دقیقاً این اینجا معنیشه. این آیدی که اینجا دیدیم یه کاربردی که داره تو دیتابیس، من میرم PHP my admin local host PHP my admin. هر ویجتی که شما ثبت بکنید تو وردپرس تو دیتابیس یه جایی تو جدول WP option اینجاست. خب برو سرچ رو بزن، تو سرچ لایک رو بذار روی این حالت که 2% این ور اون ورشه، بزن ویجت. خب ببین تمام ویجت هایی که تو وردپرس هستن اون وردپرس از اینجا میفهمه. هر چند تایی که میسازی، مثلا من هر چند تایی که اینجا میسازم از کجا میفهمه من 3 تا ساختم، مثلا اینجا 4 تا ساختم، درسته 4 تا ساختم، میاد اینا رو داخل یک آپشنی میسازه به اسم ویجت آندرلاین آیدی اون ویجت.
ببینید آیدی این ویجت اینجا هستش، تاکس دبلیو، من آیدی تاکس دبلیو دارم و داخل این ذخیره شو میکنن. خب حالا واسه اینکه ما اینو ببینیم، خب تو خروجی من میخوام اینو چاپ بکنم. واسه این کار من اومدم یک پیجی ساختم اینجا، برگه، همه برگه ها رو من میارم. من همیشه واسه تمرینام، واسه اینکه کدایی که میخوام تست کنم این کارو میکنم. یه پیجی ساختم به اسم تست، حتی اسلاگش هم دادم تست. حالا همون روشی که از قدیم میدونستیم دیگه، اگه یک پیجی رو ما اینجا نام اینجا ببینید، یک پیج ساختم داش تست، مدل همین میشه. خب درسته. حالا اینجا میخوام محتویات این چی رو نشون بدم، تاکس ویجت رو. اینجا ویجت آندرلاین تاکس دبلیو. پس هر ویجتی که ما به تو وردپرس ثبت بکنیم تو داخل جدول WP options، خب اینها یک رکوردی ضبط میکنه به اسم ویجت آندرلاین آیدی اون ویجت. خب و اون ویجت الان مثلا من چند تا ثبت کردم، این 3-4 تایی که من اینجا ثبت کردم داخل تنظیمات همه اونجا ذخیره. پس اینجا اون جاییه که ویجت ها تنظیماتشون ذخیره میشه. خب من میام اینو میخونمش با تابع گت آپشن. تاکس دبلیو، اینجا اسمشو میذارم ویجت. ویجت برابر است با گت، توی متغیری ذخیره میکنیم دیگه آپشن. خب آپشنی که میخوایم بخونیم نامش چی بود؟ ویجت آندرلاین تاکس دبلیو. اینو از کجا آوردم؟ خب همین الان توضیح دادم، از اینجا این آپشن رو میخوام بخونم. تابع گت آپشن یک رکورد رو از جدول WP options برای ما میخونه. خب این آرایی است. خب چیزی که برمیگردونه آرایی است. واسه اینکه بتونیم نمایشش بدیم از print r استفاده میکنیم. widgets. خب فقط اینجا یه چیزی رو بتون نشون بدم. خب من میرم این صفحه تست رو یه نگاهی بندازیم. نمایش میارم میشه این بر. خب ببین اینجا به این صورت، واسه اینکه درست دیده بشه توی تگ پری میذارمش، یعنی اینجوریش میکنم اکو پری، برای اینکه تگ پری خب دیگه خودتون میدونید دقیقا چی کار میکنه، لازم به توضیح نیست. میذارمش برای اینکه دیگه درست دیده بشه اکو پری. تگ پری دیگه واسه نیو لاین نیازی به بی آر نداره، همون چیزی که نوشته شده نشونش میده. میزنم خب به این شکل در میاد. فقط واسه این که بازم راست به چپ نداره، اینجا بنویسیم استایل برابر است با دایرکشن لفت تو رایت، راست به چپ به راستش هم میکنم تا دیگه درست دیده بشه. این کدایی که اینجا نوشتم ساده است. ببینید الان ببینید من چند تا ویجت اضافه کردم اینجاست. ببینید 5 تا، من 3-4 تا اضافه کردم. این یکی تبلیغ یک، خب تبلیغ یک با آیدی 6 هم ذخیره شده، با شماره آیدی 6 ذخیره شده. تبلیغ دو با آیدی 7، تبلیغ سه با آیدی 8. خب اینجا هم گفته مولتی ویجت یک، یعنی چند تایی. آره خب پس الان این آرایه چند تا عضو داره؟ 1 2 3 4 با این مولتی ویجت 5. خب حالا من اینا رو ببینید تمام، بعد در ازای هر آپشنی که ما داشتیم ببینید یه چی داره، یک گزینه داره تایتل تبلیغ یک. گفتم من به صورت عددی تایم یونیک ذخیره کردم اون تایما رو، حالا شما هر جوری که دوست دارید ذخیره کنید. تو بازیابی فقط باید بدونید که واسه اون لحظه باید تبدیلش بکنیم به عدد دوباره. حالا اونجا خودتون رضا جان خودت دیگه از هر روشی که دوست داری به شکل تاریخ ذخیرهش بکن، بعد موقعی که هم می‌خواستی ازش استفاده کنی به به تایم یونیکس تبدیلش بکن. خب من واسه اینکه این به تایم یونیکس تبدیل بشه اینجا این کارو کردم، اینجا فانکشن رو میذارم. من تو یک فایل ساختم به اسم تاکس ویجت، ویجتمو اونجا معرفی کردم. موقع ذخیره شدن چون کاربر اینجا به این شکل می‌نویسش، این شکل روز ماه سال اینجوری میخوام نوشته بشه، از این ورم به این شکل ذخیرش کردم با str to time به تایم یونیکس تبدیلش میکنم، بعد ذخیرش میکنم توی یک مقداری به اسم دیت. کمپلت ویجت منم دو تا فیلد بیشتر نداره، دیت و تایتل. خب حالا میخوام اونایی که تاریخشون سر رفته خب پاک بشن خودشون. خب میام اینجا یه فانکشن میسازم، فانکشن
به یک اکشنی میخوام بدم، یعنی خب اد اکشن یک فانکشنی میخوام بسازم به اکشن ویجتس اینیت وصل بشه. ویجتس اینیت زمان این اکشن زمانی احضار میشه که ویجت ها در حال آماده سازی هن. همون موقعی که ویجت رجیستر ویجت رو هم میزنیم. ببینید خب حالا ویجتس اینیت فانکشنی که میخوام بسازم اسمش رو میذارم تاکس ویجت اینیت. میدونم تکراری نباشه. آره تکراریه. اسمش رو چیز دیگه میذارم ریموف اکسپایرید ادز. درسته؟ تاریخ گذشته، ادز های به تبلیغات تاریخ گذشته. یه فانکشن هم واسهش میسازم. حالا به وردپرس هم دارم میگم زمانی که اک رویداد آماده سازی ویجت ها احضار رخ داد تابع حذف تبلیغات تاریخ گذشته رو اجرا بکن. خب اولین کاری که میکنم دوباره مقدار اون آپشن رو میخونم از دیتابیس که چجوری بود ویجت به اضافه آندرلاین به اضافه آیدی ابزارکمون که اینجا ما تو پیرنت کانستراکت اینجا یه آیدی دادیم تو آرگومان اول اون. خب با اون خب پس اینجا چجوری میشه اینجا مینویسیم ویجت یا اسمشو مثلا میتونیم بذاریم ادز. ادز هر چیزی که دوست داریم اسمشو میذارم ویجت. رضا جون تو هر چیزی که دوست داری جلو برو. گت آپشن ویدگت ویجت ببخشید تاکس دبلیو. خب حالا این گفتیم آرایه است دیگه، پس میذارمش توی آرایه فور ایچ. میذارمش توی فور ایچ ویجت از اینجا به حالت دو حالته. ما کلیدشون رو نیاز داریم واسه اینکه حذفشون بکنیم. میخوام چیکار بکنم؟ میخوام این آرایه رو خیلی راحت این کارو میخوام بکنم. این آرایه رو توی لوپ بذارم، هر کدوم که تاریخشون رد شده بود حذفش بکنم. واسه اینکه بتونم حذفش بکنم این شماره کلیدش رو نیاز دارم دیگه. خب پس تو اینجا تو حالت دو حالت کی ولیو میارمش تو حالت کی ولیو. و این هر دفعه که این لوپ میچرخه، این اصطلاحاً حلقه میچرخه، شماره جایگاه اون متغیر رو داخل آرایه تو کی میذاره، مقدارش رو اینجا میذاره. یعنی هر دفعه که میچرخه مثلا واسه بار اول شماره 5 کلید داخل کی ذخیره میشه و این داخل این یکی داخل متغیر دبلیو. خب اینو بهتر پی اچ پی دیگه ساده مقال معروف مقدمات پی اچ پی ربطی هم به وردپرس نداره. فور ایچ رو باید بلد باشه. خب حالا اینجا پس ببین مقدارش رو چک میکنیم دیگه. مقدارش کجا ذخیره شده؟ تو فیلدی به اسم دیت دیگه. همینجا خیلی راحت میتونم در بیارم. پس اینجا میگم if اگر اول یک چیزی، چون این همش آرایه نیست، ببین اینا هر عضوش یک آرایه است دیگه، درسته؟ این خودش یه آرایه است که اعضاش همشون یک آرایه، آخری آرایه نیست. پس اول شرطی می نویسیم که اگه رسید به این حلقه رو دور بزنه. پس اینجا میگیم اگر W چه ببخشید اگه آرایه نبود، اگه چیزی که داریم این W آرایه نبود ادامه بده، حلقه رو ادامه بده، اصطلاحا این یکی رو رد کن. اینجا میگیم is آرایه با تابعی به اسم is آرایه میتونیم چک بکنیم ببینیم آرایه هست یا نه. خب این ترو برمیگردونه اگه چی ما میگم. خب اینجا میگیم اگه نبود is آرایه، اگه چی بشه فالس میشه، این چیش میکنه ترو میشه. پس این اجرا continue اگه نبود ادامه بده، حلقه رو رد کن دیگه، تا دستورات پایینی رو اجرا نکن. خب اینجا می نیستم if اگر w پس اون مقدار دیتش رو میخوام. دیت کوچکتر از الان بود، تایم این الان رو بود، تاریخ الان رو. شما رضا جان اون تاریخی رو که دقیقا میخوای اگه از اون تاریخ رد شد ویجت حذف بشه رو اینجا میذاری. خب تایم اینجا خیلی راحت می آنستش میکنیم. آنست ویجتس به خاطر اونم کی میذاریم دیگه کلیدشو. من میگم اینو حذف کن. چی الان چی کار کردم؟ اینجا میگم که مقدار دیتشو چک بکن.
اگه از الان کمتر بود مقدار امروز کمتر بود، یعنی اینکه سر اومده اکسپایر شده دیگه، به قول معروف تاریخ مصرفش رد شده، آنستش میکنم، از آرایه حذفش میکنم. در نهایت تنها کاری که باید انجام بدی اینه که این همین آرایه رو دوباره ذخیره بکنی داخل دیتابیس. با چی؟ با تابع آپدیت آپشن. خب پارامتر اول نامش هست، نام هم میشه همین، این آپشن میخوام داخل این فیلد ذخیره بشه. پارامتر دوم مقدار هست که میشه این آرایه جدیدی که چی اضافات رو ازش حذف کردیم، و آرایه و در نهایت هم اینو ترو، یعنی موقعی که وردپرس میاد بالا اینم بیاد بالا، اینو ترو باید بذاری. اگه ترو هم نذاری مهم نیست، خود وردپرس به صورت پیش‌فرض اینو ترو میذاره. خب این هم از این، حالا اجراش میکنیم ببینیم چی میشه. الان من اینو رفرش که میزنم، این الان با قول معروف اونایی که تا از مال امروز هم بذار ببینم کدوم ها باید حذف بشن. این حذف میشه چون مال امروز دیگه تاریخش سر اومده، این نه مال فردا سر جاش میمونه، این هم حذف میشه مال 3-4 روز پیشه، این یکی هم سر جاش میمونه. خب رفرش میزنیم، امیدوارم خطایی نداشته باشه. ببینید حذف شد، این چون اون دوتایی که یکیشون سر اومده بود که مال امروز بود حذف شدن، موند فقط این یکی و این یکی. حالا مثلا واسه امتحان بعدی این یکی رو ببین باز میکنم، تاریخش مال فرداست دیگه، میذارمش واسه دیروز، سوم بوده میذارمش دوم، حالا ذخیره میذارم امروز سومه، من دوم واسه دیروز گذاشتم درسته. حالا رفرش میکنم ببینید حذف شد. پس رضا جان اینجوری میتونی ویجتاتو حذف کنی، امیدوارم که مشکلت از این طریق برطرف بشه و از این ویدیو هم استفاده لازم رو برده باشید. این چیزی رو که بهتون یاد دادم هر جایی گیرتون نمیاد، این یکی از اون فوتهای کوزه‌گریه اصطلاحاً.